سلام پنج شنبه پنج بهمن 91 24 ژانویه 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه یکی از نمایندگان مجلس در تذکر خودش توضیح داده که هفت هزار کارگر بازنشسته صنعت فولاد کشور سه ماه است که حقوق نگرفتن بی تدبیری دولت در خصوص سازی صنعت فولاد و عدم تعهد گرفتن از کارفرمایان جدید باعث شده که کارگران زحمتکش صنعت فولاد در دوره بازنشستگی با مشکلات عدیدهی دست و پنجه نرم بکنه همینطور این نماینده مجلس به وزیر صنعت و معدن و تجارت تذکر داده که بارها قول داده نساجی مازندران رو راه اندازی کنه سرمایه گذار بیاد و علا رغم پیدا شدن سرمایه گذار اما کوتاهی کردن و کماکان کارگران کارخانه صنعت نساجی مازندران هم با گرفتاری ها و عدم دریافت و حقوق مواجه هستند. برای دومین روز پیاپی پی، کارگران نیبور کشت و صنعت شوشتر در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی داشتند و خواستار طبق مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد به دلیل سختی کارشون هستند که علی رغم قول متعدد هنوز انجام نشده دبیرکل بانک مرکزی هم خبر داده از اینکه روزانه بین هفتاد تا 75 و هزار چک در ایران برگشت میخوره که این عدد بالاترین رکورد تاریخ بانکداری ایران. وضعیت بی بودن چک های امضایی که تزلزل در بازار رو نشون میده یکی از بیماری های بزرگی است که وضعیت بد اقتصادی رو یکی از ابعاد مهمش رو نشان میده نکته دوم این که روزنامه بهار اعلام کرده که دولت تصمیم گرفته که قیمت دلار رو به 2700 تومن برسونه و آزاد بکنه هر کس هر چقدر میخواد بتونه بخره موضوعی که البته به نظر بعید میرسه چون این عددی و چون ذخیره ارزی تکافوش باشه همینطور روزنامه بهار خبر داده که دولت در صدد است که بنزین 400 تومنی رو به 1040 تومن و بنزین 700 تومنی رو به 1700 تومن برسونه یکی دیگه از نمایندگان مجلس مطرح کرده که در جلسه مشترک مجلس و دولت و تنی چند از اقتصاددان ها دنبال دولت دنبال این بود که حامل های انرژی رو به چهار و نیم برابر برسونه یعنی بسی فراتر از عددی که روزنامه بهار میگه که با اعتراض شدید اقتصاد دانا مواجه شد تا حدی که تنی از اونها جلسه رو ترک کرد به هر صورت آقای سردار عبدالرحیم افروغ از سرداران سپاه اظهار نظر فر بودند که دشمن رفته سراغ پا ها و دنبال انقلاب پا هاست و ایشون یک لحظه با خودش فکر نمیکنه که اعتراضات پا و فقرای جامعه تنها دلیلش سوء مدیریت حکومت شخص آقای خامنه ای و اقتصادی است که برای مردم ساخته و فقر روزافزونی که گریبان مردم رو میگیره حسب معمول دنبال فرافکنی و دشمنسازی هستند ظاهرا گفته میشه به دستور آقای خامنه ای این یک فوریت طرحی که در مجلس تصویب شد شدت گرفته و بحث از این نیست که کارتی به نام کارت معیشت صادر بشه و در واقع سیستم سهمی بندی و کپون جدید به وجود بیاد و در اولین قدم هم دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی فعلا بردارند و بین 15 تا 17 میلیون نفر که دیروز در خبرها بود خانوار ولی گفته میشه بین 15 تا 17 میلیون نفر کمک غیر نقدی توضیح بشه که تقریبا نفری 400 و 50 هزار تومان با ارز آزاد خواهد شد یعنی بی آقای خامنه ای و دولتش رو نشون میده در این شرایط و روزمرگی حکومت و اقتصاد صدقه ای و همینطوری بخشیدن بدون اینکه به فکر ساختار بنیان ها باشه ژاپن هم دولتش سه نفر رو به اتهام نقض تحریم های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دست گیر کرده اتهام اونها این است که نقل و انتقال پول به نفع شرکت کشتیرانی انجام داد نکته دیگه در این خصوص این است که با این وضعیت اقتصادی اون وقت آقای رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور مطرح کرده که هفته دو, دو هزار مسجد ما در کشور کم داریم در حالی که همین 67 هزار مسجد موجود کشور که فعال هستند هم عمدتا فاقد نمازگزار هستند و بسیاری مواقع خالی از جمعیت هم. نکته دوم سوم این که هشت نفر از روستایان روستای نستان در مناطق کرد نشین پس از اینکه نیروی انتظامی شبانه به روستا حمله کرد و به منازل پاره ای از کولبران فقیر ریخته تا مال و تجاره اونها رو بگیره و با مقاومت روستایان مواجه شدند توسط نیروی انتظامی این هشت نفر دستگیر شدند و به مکان نامعلومی برده شدند که هنوز خبری از اونها نیست آقای صادق لاریجانی هم در کمال بیشرمی از اعدام دو جوان به جرم زورگیری اون هم در یک فاصله کوتاه که ما یک, یک ماه دفاع کرده و گفته مسلحت اجتماعی بوده که این اعدام با این سرعت اتفاق بیفته پاره قضات اعتراض کردن و گفتند که دستگاه قضا به جای اینکه دنبال عدالت باشه به بازوی امنیتی نظام تبدیل شده و حتی برابر قوانین موجود جمهوری اسلامی هم یک بار ارتکاب چنین جرایمی به هیچ وجه اعدام نداره و باید کسی چندین بار سوء سابقه می داشته تا بشود حکم اعدام داره. خانواده های زندانیان سیاسی هم نامه ای رو امضا کردن خطاب به نمایندگان مجلسی که به بازدید زندان اوین رفته بودند و در تنه زیبایی به اونها گفتند که اگر اونجا هتل اوین هستش بی برای استراحت آقایون نمایندگان تشریف ببرند زندان اوین معلوم شده که حقایقی از وقایعی که در زندان میگذره در مصاحبه هایی که این نماینده ها با محسن میردامادی سعید مدنی و عبدالله مومنی داشتن بازگو شده اما در گزارش آقایونی نمایندگان این سانسور شده و هیچ کدوم از اون حقایق زندان ها منکس نشد نکته چهارم اینکه خبرگزاری تسنیم که برادر کوچک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه باید محسوب بشه خبر داده از اینکه آقای شیخ حسن روحانی قطعا برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهد شد و مورد حمایت آقای رفسنجانی و حتی تعدادی از اصولگرایان خواهد شد آقای روحانی که چندین سال دبیر شورای امنیت ملی بود در خاطراتش نقش مخرب آقای خامنه ای رو در داستان اتمی به خوبی بازگو کرده رئیس دفتر آقای مصباح یزدی هم حملات تندی به حداد عادل کرده و گفته او آب گوارایی بود که وارد نهر شور شد البته نگفته منظورش از نهر شور مشتبا خامنه ایست یا خود آقای خامنه ایست یا اعتلاف آقای حداد عادل با قالیباف و ولایتی است به صورت گفته میشه که آقای علی لاریجانی و آقای پور محمدی هم به این اعتلاف دوی به اضافه یک پیوستند و در واقع تبدیل به چهار به اضافه یک شد جپه پایداری که به، کم کم به دو بخش قوم و تهران تقسیم شده بخش قومش که عمدتا آقای مصباحی از دو اعوان و انصارش هستند به نظر میرسه کماکان دنبال آقای سعید جلیلی هستند اما گروهی از تهرانی هاشون دنبال آقای الهام هستند و یا دیگرانی از اطرافیان احمدی نژاد اما نکته آخر ما دو تا مهمان داره یکی آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای است که این روزها دائما این طرف اون طرف میره و شغلش شده تعریف از آقای خامنه ای و ایشون فرمودن که آمریکا و استکبار جهانی دنبال لکهدار کردن روحانیت و مقام رهبری چندین پیشنهاد مذاکره خارجی ها رو رد کرده که ناشی از آینده نگریه ایشونه. آقای محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز هم فرمودند که با طرح انتخابات آزاد میخواهند رقص رو در کشور پیاده کنند اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی